عناوین اصلی درخواست امام جمعه بی سواد از مردم ایران و تهدید مردم توسط دادستان گنبد کابوس به کیوسک خوش آمدید. لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاس گذاریم. درود بر شما همراهان عزیز کانال خبری کیوسک دعوت میکنم در اولین بسته امروز از کانال ما همراه ما باشید. امام جمعه یزد گفت که تنها تولیدی که میتواند کشور ما را نجات دهد فرزند است. او همچنین اضافه کرد اینکه که ای از ترس تأمین رزق و روزی فرزند نمی آورند خیانت است. محمد رضا ناصری اضافه کرد که کم شدن جمعیت شیعه به معنای کم شدن سربازان امام زمان و کم شدن دوستداران اهل بیت است. محمد رضا ناصری نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در استان یزد است. با تاکید بر اینکه پیر شدن جمعیت می تواند برای کشور یک فاجعه باشد همچنین گفته اگر جمعیت کشور کم شود چند سال دیگر سیانت از کشور دشوار می شود و دشمنان به راحتی بر ما مسلط می شوند. نماینده علی خامنه ای همچنین با مطرح کردن اینکه ضرورت از بین بردن موانع ازدواج و ترویج ازدواج آسان در مسیر تولید نسل مورد تاکید است گفته که دولت نیز باید در این زمینه برنامه ریزی فوق برنامه داشته باشد. پیشتر هم در 15 اسفند 99 علم الهدا امام جمعه مشهد گفته بود پیشگیری از فرزندآوری یکی از موارد فحشاست. احمد علم الهدا با عنوان اینکه از موارد مرتبط با تقوای عملی در کانون زندگی و خانواده فرزندآوری است گفته بود با توجه به آیات قرآن پیشگیری از فرزندآوری قتل اولاد محسوب می شود و یکی از موارد فحش است. نماینده علی خامنه ای در استان خراسان همچنین اضافه کرده بود پیشگیری و جلوگیری از فرزندآوری طبق برداشت از قرآن عملی صفیحانه است چرا که زوجین قدرت تصمیم گیری ندارند. تأکید بر فرزندآوری طی سالهای اخیر و به خصوص یک سال گذشته بارها از سوی علی خامنه ای رهبر ایران بیان شده است در خرداد ماه سال 99 نیز علی خامنه ای برای فرزندآوری زربل معین کرد که طبق آن کارگروه جمعیت در وزارت کشور به دستور رهبر ایران تشکیل شد به دستور علی خامنه ای شورای اجتماعی وزارت کشور خرداد 1399 با موضوع جمعیت برای تشویق فرزندآوری تشکیل جلسه داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از وزیر کشور خواسته بود تا گزارش سه در مورد فرزندآوری را برای رفع دقدقه های وی ابلاغ کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است که مردم ایران و مقامات رد بالای حکومت از درخواست او برای افزایش جمعیت حمایت می کنند اما مسئولین میانی درست عمل نمی کنند وی بارها به سیاست های کنترل جمعیت انتقاد کرده است و در سال 1392 نیز گفت که جمعیت ایران باید به جای 75 میلیون نفر دست کم 150 میلیون نفر باشد. آقای خامنه ای که داشتن جمعیت مطلوب و مناسبی را برای دراز مدت و میان مدت در نظر دارد در سالهای اخیر همواره دستوراتی در پیوند با افزایش جمعیت ایران و فرزندآوری صادر کرده است از جمله یک فرمان 16 ماده ای که با عنوان سیاست های کلی خانواده در سال 95 ابلاغ شد ایجاد جامعه خانواده محور بر پایه الگوهای اسلامی و جلوگیری از فروپاشی خانواده ها محور نگرشی است که به عنوان سیاست های رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیش از یک دهه گذشته بارها بر آن تاکید شده است. در نهایت دفتر رهبر نظام حاکم بر ایران در سال 1395 خبر از فرمان 16 ماده با عنوان سیاست های کلی خانواده داد. در آن 16 فرمان بر لزوم ترویج فرزندآوری نقش مادری و خانداری زنان ازدواج افراد مجرد و ازدواج مجدد زنان سرپرست خانواده تاکید شده بود گفته شده که آن راهبردها پس از مشورت با مجمع تشخیص مسلحت نظام تنظیم شده است در جلسه کارگروه اجتماعی وزارت کشور که در خرداد ماه گذشته با موضوع فرزندآوری به دستور علی خامنه ای تشکیل شد، مقرر شده بود که یک کارگروه برنامه جامعه تقسیم کار ملی با تعیین دستگاه متولی و دستگاه های همکار و معین برای اجرای سیاست های تشویق فرزندآوری ایجاد شود. رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود که این جلسه بنا به ابراز نگرانی های چند باره رهبر جمهوری اسلامی ایران برای مسئله جمعیت تشکیل شده است. روند باروری جمعیت و ساختار سنی و رشد جمعیت از جمله موضوعات مطروح در این جلسه بوده است در سالهای اخیر بر اساس سیاست گذاری های جمعیتی علی خامنه ای برخی قوانین و راهبردها از جمله افزایش مرخصی زایمان و توزیع نکردن لوازم جلوگیری از بارداری تغییر کرد توضیح نکردن لوازم جلوگیری از بارداری از جمله مواردی است که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زنان و خانواده بوده است اما مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران در سالهای اخیر و به خصوص دو سال گذشته حرف اول را میزنند افزایش قیمت اجاره بها در بیشتر استانهای کشور بحران حاشیه در ایران افزایش سرسام قیمت مسکن در بیشتر نقاط کشور بحران اقتصادی با همهگیری کرونا که همچنان قربانی میگیرد رشد بالای بیکاری تورم و وضع معیشتی به شدت نامناسب مردم شاید به سختی جایی برای فرزندآوری باقی گذاشته باشد ولی همچنان نمایندگان و نزدیکان به علی خامنهای به اجرای سیاستهای جمعیتی او

دادستان گنبت کاووس با رد ادعای تجاوز به دو دختر بچه در استان گلستان گفت با منتشر کنندگان این خبر برخورد خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبد کاووس با بیان اینکه پزشکی قانونی پس از معاینه دو دختر موضوع تجاوز را رد کرده است گفت اشخاصی که در فضای مجازی موضوع تجاوز را دنبال می کنند علاوه بر حد که حرمت به خانواده کودکان از هان عمومی را تشویش می کنند که دادستانی به عنوان مدعی عموم با این افراد برخورد قانونی مناسب خواهد کرد. روز یک شنبه اول فروردین ماه اهالی روستای عرب سرنگ در استان گلستان در واکنش به تجاوز به دو دختر بچه از سوی یکی از نگهبانهای سد گلستان در مقابل محل کار فرد متهم تجمع کردند در روزهای بعد از آن نیز با دستگیری دهیار این روستا و یک روحانی اهل سنت و انکار موضوع تجاوز دامنه اعتراضات بالا گرفت در پی اعتراض اهالی دادستان گنبد کاووس اعلام کرد برای متهم پرونده قضایی تشکیل و فوراً متهم به دادگستری احضار و پس از تفهیم اتهام بر اساس بررسی های صورت گرفته متهم پرونده به اتهام آدم ربایی با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است رئیس کل دادگستری گلستان نیز تلاش کرد با دادن قول همکاری فضا را آرام کند هادی هاشمیان امروز چهارشنبه با اعلام اینکه تعطیلات نوروزی باعث تأخیر در این پرونده نخواهد شد گفت رسیدگی به پرونده کودک در گنبد کاووس به سرعت و با قطعیت ادامه دارد هاشمیان گفته یه بازدیدی که امروز صورت گرفت و صحبتی که با قاضی رسیدگی کننده داشتیم تاکید شد که به سرعت و با قاطعیت رسیدگی ها ادامه پیدا کند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و برگزاری جلسه محاکماتی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت در گنبد بیانیه‌ای با عنوان درخواست جمعی از علمای شیعه و سنی منتشر شده که در آن از شهروندان خواسته شده است مراقب توته های دشمن برای اختلاف افکنی قومی و مذهبی باشند. سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا با ابراز نگرانی از احتمال بازداشت های گسترده از شهروندان خواست تا زمان مشخص شدن وضعیت فرد خاطی در هیچ تجمعی شرکت نکنند. بنابر اعلام منابع محلی و به نقل از سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا در حال حاضر نیروهای امنیتی در سطح شهر گنبد حضور دارند و این نگرانی وجود دارد که اگر تجمعی صورت گیرد این بار بازداشت ها به صورت فله ای خواهد بود بنابر گزارش های دریافتی در تجمع روز گذشته تعدادی از معترضان در گنبد کاووس بازداشت شدند در همین راستا رژیم در وحشت از فوران کردن خشم هموطنان ترکمن و سرایت آن به سایر شهرها و مناطق کشور نیروهای سرکوبگر بیشتری را به این منطقه اعزام کرده است در همین رابطه یک آخوند حکومتی به نام امجد که مدرس حوزه علمیه قرهبلاغ است با انتشار کلیپی با توهین به مردم و به خصوص جوانان آنها را به بیفرهنگی در استفاده از فضای مجازی متهم کرد و گفت باید فرهنگ استفاده از فضای مجازی خود را بالا ببریم و با هر خبری و مطلبی زود هیجان زده نشویم و از آن برای تخریب و هیجانی شدن استفاده نکنیم. وی افزود جوانان و مردم خیشتنداری کنند و از هیجانات پرهیز کنند. تخریب و آسیب زدن به اموال در اسلام جایز نیست. نیروهای امنیتی و مراجع غذایی حق را از ناحق جدا می کنند و با عاملین برخورد می کنند. جوانان و مردم منطقه خیشتنداری کنند و از هیجانات پرهیز کنند تا منجر به عواقب ناگوار نگردد. جوانان بدون اینکه به ما و یا علما و یا بزرگان منطقه اطلاع دهند پشت سر ما حرف میزنند که آخوندهای ما وارد نمیشوند و رسیدگی نمی کنند. در حالی که ما خبر نداریم اصلا موضوع چی هست جوانان و مردم خیشتنداری کنند و از هیجانات پرهیز کنند بلکه اول شفاف سازی شود و سپس آن را به نیروهای امنیتی و غذایی واگذار کرد تا آن عزیزان رسیدگی کنند جوانان بایستی این طور مسائل را به بزرگ منطقه و یا علما خبر بدهند تا ما هم بتوانیم با بررسی و اطلاع یافتن از ماجرا و صحت و یا نادرستی آن بتوانیم موضع بگیریم و یا بیانیه بدهیم و از نیروهای امنیتی کمک بگیریم